سلام. 29 دکبر زادروز فروغ فرخزاد یکی از شاعرهای معروف ایران بود که در تاجیکستان نیز اشعارش محبوبیتی زیاد دارد. فروغ فرخزاد 50 سال پیش در یک صدمه نقلیاتی در تهران کشته شد و اگر زنده می بود امسال 80 ساله می شد. با وجود عمر کوتاهش فروغ میراثی از خود گذاشت که هنوز هم طرفداران زیاد دارد. در عهدی که فروغ فرخزاد در ایران می نویشت شعر نو طرفدارانی داشت که نسل جوان و روشن فکران از آنها بودند، ولی بسیاری از ادیبان و فرهنگیان قدیمی در ایران شعر نو را که به قافیه کمتر اهمیت میداد یک نوع خرابکاری می شماریدند که به قول آنها به سنت شعر پارسی لطمه می زند. صحبت امروز درباره فروغ فرخزاد است با همکارم از رادیو فردا همان عسکری که از طریق اسکایپ به ما پیوست. همان، به برنامه ما خوش آمدی. درود بر شما. خیلی ممنون که من رو دعوت کردید. یاد فروغ در جامعه ایران تا امروز تا چه حد زیاد باقی مانده است؟ به رغم اینکه سالها و دهه ها از مرگ فروغ فرخزاد گذشته، میبینیم که سایه فروغ همچنان استوار و پابرجا بر روی گفتمان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران سایه افکنده. همچنان که میبینید که خرد و کلان از او نقل قول میکنن و تا حدی که رهبر جمهوری اسلامی ایران همین اخیراً که در بیمارستان بستری بود باز چند دقیقه ای از فروغ صحبت کرد. حالا از طرف های مختلف، از سوهای مختلف، بعضی ها به نفع او، به سود او و بعضی ها در مقابل او صحبت می کنند. ولی چیزی که مهمه اینه که این شخص، این شخصیت، یعنی فروغ فرخزاد همچنان استوار، پابرجا و البته جنجال برانگیز هست، همچنان که در دوران حیاتش بود. مخالفان اشعارش در جامعه امروز ایران راجع به شعر فروغ چی می گویند؟ خب فروغ با توجه به نوع اشعاری که می سرود و نوع زندگی که برای خودش برگزیده بود به زعم بسیاری پیشتر از زمان خودش بود، یک نوعی عادت شکنی بود که از سوی دیگر کسانی که در طیف مقابل قرار دارن میگن که ضد اخلاق بود، هنجار شکن بود، ضد ارزش ها بود، با نرم ها و ارزش های یک جامعه سنتی اسلامی همساز و هم‌آواز نبود، که البته تا حدی هم درست میگن. و ولی خب اینکه حالا اینها ارزش بوده یا ارزش نبوده یا پسندیده بوده یا خیر، بسته به اینه که در کدام سوی این نمودار ایستاده باشید. خودت که با اعضای خانواده‌اش در ایران صحبت کردی، از آنها کی مانده است و چگونه از او یاد میکنند؟ سرهنگ محمد فرخزاد و بانو توران وزیری تبار که پدر و مادر فروغ فرخزاد بودند، که هر دو در قید حیات نیستند دیگه متاسفانه، اینها هر 7 فرزند داشتند، 4 فرزند پسر و 3 فرزند دختر. از فرزندان پسرشون خب یکی از سرشناس‌ترینشون فریدون فرخزاد بود که دکترای علوم سیاسی داشت و حقوق سیاسی داشت و در شومن بود، شعر میگفت، کتاب مینوشت و بسیار شخصیت معروفی بود که در آلمان با ضربات چاقو به قتل رسید و به قولی تکه تکه شد. از بین بقیه خواهر و برادران، امروز پوران فرخزاد بزرگترین خواهر همچنان در قید حیات و مهداد فرخزاد از بین پدرها، یعنی از بین 7 برادر و خواهر تنها 2 نفرشون زنده هستن که من دیروز موفق شدم با هر دو تاشون صحبت کنم. و چی میگفتند راجع به فروغ؟ اونها میگن که فروغ همچنان برای اونها طبیعتاً به عنوان نه تنها یک خواهر، بلکه به عنوان یک نماد، یک سمبل و یک جریان همچنان زنده است. حتی پوران خواهر فروغ میگفت که من سالهای سال دیگه به فروغ به چشم یک خواهر نگاه نمیکنم، به چشم یک شاعر نگاه میکنم، به چشم یک پیام آور نگاه میکنم. و مهداد میگفت که برای ما خیلی جالبه که ما هر زمانی که میریم سر مزار فروغی، کسانی که ما رو در خیابون میبینن و میدونن که نسبت ما با فروغ چیه، همچنان نسل جدیدی که اصلا فروغ رو ندیدن، دوران او رو درک نکردن، همچنان به سراغ ما میان، از او میپرسند درباره چگونگی زندگیش، چگونگی مرگش، باورهاش. و باز هم برای من جالب بود که مهداد میگفت تا به امروز بجز آنچه که از سوی حکومت و بعضی از حکومتیان در مذمت فروغ گفته شده، ما از میان مردم عادی کسی به ما تعرضی نکرده و همیشه رفتار مردم با ما بسیار بسیار خوب بوده و بسیار با احترام و علاقه با ما برخورد میکنن. و آیا کتابش در این سالهای اخیر چاپ شده یا به سبب جنجال برانگیز بودن اشعارش از چاپ کتابهای او پرهیز میکنند؟
خب البته این بسیار بالا و پایین داشته، فراز و فرودهای زیادی داشته چاپ به کتاب‌های فروغ فرخزاد. مثلا در دوران رئیس جمهوری پیشین ایران، در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، خب حرف و حدیث‌های زیادی بود حتی زمانی کتاب‌های فروغ رو جمع کردند. و خب همین امروز هم که داریم صحبت میکنیم کتاب‌های او، کتاب‌های اولیه‌اش به خصوص با سانسور پخش میشه. اما خب در ایران همچنان که درباره بقیه محصولات فرهنگی رایجه، در مورد کتاب هم شما هر کتابی رو که بخواید میتونید پیدا کنید به صورت آفست یا در بازار سیاه. به هر حال و به خصوص امروز به کمک اینترنت تقریبا چیزی نیست که از دسترس مخاطبی که به دنبالش باشه، از دسترس مخاطب جستجوگر مخفی باشه. همچنان هر اونچه که بخواید در سرانگشتان شما هست در اینترنت و خب در بازار سیاه محصولات فرهنگی کشور. تشکر. همکارم همان عسکری از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر همان. سپاسگزارم.